دوستان سلام به کانال یوتیوب پادکست روخ خوش اومدید یه بار دیگه روز جهانی زن رو به تمام زنان به خصوص زنان ایران زمین تبریک میگم همونطور که در ابتدای اپیزود قبل گفتیم به مناسبت روز جهانی زن ما در پادکست رخ تصمیم گرفتیم برخلاف سالهای قبل که در روز جهانی زنان داستان زندگی یکی از زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران و جهان را رو روایت میکردیم کردیم و داستان زندگی دو بانویی رو روایت کنیم که شاید زندگیشون در تاریخ اندازه افراد مشهور تاثیرگذار نبوده اما اونا تونستن با اراده و جسارت مثال زدنی خودشون رویاهاشون رو زندگی کنن نفر اول خانم فاطیما بود که در 20 سالگی تصمیم گرفت زندگیش در انگلیس رو رها کنه و بره در یکی از دورافتاده ترین نقاط کشور نپال در دل طبیعت زندگی کنه فاطیما رفت و نزدیک به 9 سال در کلبه ای که خارج از یک روستا بود در کنار حیوانات مختلفی که داشت دامداری و کشاورزی کرد که داستان جذاب زندگیش رو در اپیزود اول دیدیم و شنیدیم منتها مهمان اپیزود دوم ما زندگی متفاوت و شرایط زندگی متفاوتی رو داره مهمان اپیزود دوم ما فقط 23 سالشه ولی اندازه 50 سال تجربه داره مهمان ما هم اسمش دریاست و هم دلش دریا تقریبا نابیناست، اسایی سفید داره، شاعر نویسنده است، چندین زبان زندگی دنیا رو میدونه، سخنور قهاریه و رویاش هم سفر کردن و تجربه کردن چیزای جدیده منتها دختری که تو شهرستان زندگی میکنه و نابیناست و یه بیماری مادرزادی دیگه هم داره که باید زیاد آب بخوره و در نتیجه زیاد هم باید بره به دستشویی و علاوه بر همه اینا پول سرمایه خاصی هم نداره چطور میتونه به تحقق رویاهاش و به سفرهایی که دوست داره بره حتی فکر کنه توضیح اضافه ای نمیدم بهتر داستان رو از زبان شیرین خود دریا گوش کن. خب دریای عزیز خیلی خیلی خوش اومدی لطفا با بیان شیرین و دلنشین خودت خودتو به شنونده ها و بیننده ها معرفی کن سلام سلامی به درخشندگی ماه به روی ماه تک تکتون و امیدوارم که حال دلتون عالی باشه من دریام 23 سالمه و 20 فروردین امسال وارد 24 سالگی میشم واقعیتش اینه که شاید بشه گفت یکی از کنچکافترین و دیوانه ترین دخترهایی که میشه یه نفر با شروع برو بشه رو الان در مقابل خودتون میبینین و میخوام بگم که چقدر خوشحالم از اینکه امروز اینجا این یک هدیه بزرگ به منه و مرسی که این هدیه رو به من دادین و این فرصت رو در اختیار من گذاشتیم که در خدمتتون باشم ممنون که دعوت ما رو قبول کردی خب ما میدونیم که در یا تو به چند تا زبان مختلف مسلطی حالا عدد دقیق شما من نمیدونم چون آخرین باری که باهات صحبت کردم یه تعدادی میدونم الان تعدادش اضافه شده یه مقدار راجع به اینم توضیح بده من به شدت عاشق زبانم زبان میتونه جادو کنه زبان میتونه دلها رو به همدیگه متصل کنه خیلی جالبه که من یکی از کتاب هایی که داشتم میخوندم دیدم که نوشته بود بعد به تولد نه محبت مختلف به انسان ها داده میشه که یکیش توانایی یادگیری و صحبت کردن به زبان های مختلفه من از بچگین علاقه رو احساس میکردم و فهمیدم که من فقط به مرور زمان متوجه شدم فقط عاشق انگلیسی نیستم انگلیسی اولین زبانی هست که من بی نهایت عاشق شدم ولی تنها زبان نیست اینقدر هر زبانی برای من یک پنجره رو به یه دنیای جدیده و اصلا یه دنیا به دنیاهای من اضافه میکنه که من دیدم مثلا اگر اوایل کار فاصله بین مثلا یادگیری دو تا زبان بود یک سال دو سال یا حتی بیشتر یواش یواش این کم شد و اول بعد از انگلیسی فرانسه اضافه شد بعد عربی اضافه شد بعد ترکی اضافه شد یعنی کار که چند تا زبان رو با هم دیگه شروع می کردن به یاد گرفتن و آپدیت کردن و کامل کردنشون در حال حاضر اینطوریه که انگار احساس می کنم هر مثلا حداقل دو ماه یه بار سه ماه یه بار باید یک زبان جدیدی رو هم شروع کنم چون حس کنجکا. یعنی با خودم میگم که زندگی که من در اختیار دارم در حال حاضر یک زندگیه و زبانها اقیانوس بیکرانی که به اتمام نمیرسن و من اگر بخوام که تو این اقیانوس واقعا قواسی بکنم نیاز دارم که یعنی چند تا زبان رو همزمان یاد بگیرم و هدفم اینه که تونم بیش از صد زبان رو یاد بگیرم و ازشون استفاده کنم اون هم تا جای ممکن در حد حداقل نزدیک به نیتیو سپیکرها. الان ده پونزه زبان میدونی درسته؟ چند بله. رو مثال میزنی؟ فرانسه، عربی، انگلیسی،, انگلیسی،, فرانسوی، عربی، ترکی، هندی، کره‌ای، ایتالیایی، اسپانیایی، چینی، ارمنی و آلمانی و یونانی و ابری و در زم تازگی اردو و نپالی رو شروع کردم یه مقداری هم پرتغالی رو حالا تو این زبانی که دارم بهتون میگم مثلا انگلیسی بنده الان دیگه ادوانس هم میشه گفت از چهار سالگی چهار پنج سالگی شروع کردم فرانسه همینطور اسپانیایی همینطور ترکیه البته ترکینگا هم ترکی ترکیه است هم ترکی آذری هست اونها باز ادوانس هستن کره رو مدت های زیادیه که کار کردم باز ایتالیایی رو هندی رو میتونم اینها رو بگم که مثلا آلمانی رو ارمنی رو اینها میتونم بگم که اینترمدیت هستن ولی تو این زمانهایی که نام بردم مثلا نپالی یونانی عبری ژاپنی اینا زبانایی این که به خاطر کمبود منابعی که براشون وجود داشته من واقعا میتونم مثلا ارتباط برقرار بکنم صحبت بکنم ولی اون گستردگی که تو خیلی از زبانهای دیگم دارم رو همچنان هنوز نتونستم به دست بیارم و در حال یادگیریم به ما یه جمله میگیم ازش رد میشیم ده پونزده تا زبان مگه شوخی اونم با توجه به این منابعی که واقعا برای تو خیلی محدود باشه دیگه چون خط تو خط بریل درسته بله من از بچگی که به دنیا آمدم یه سری شکلات هایی بهم هدیه داده شده یکی از اون شکلات ها بینایی من هست که یه مقداریش از چشم گرفته شده ولی به گوش و دست و پا و خیلی از نقاط دیگه شاید وجودی من داده شده اون دید که به هر کسی که مثلا از نظر بینایی یا هر چیز دیگه یه کاهشایی رو داره از جهات دیگه افزایش ها براش اتفاق میافته حداقل من به شخص مکالمات تو به زبانهای مختلف با آدم های مختلف رو شنیدم حالا قبل از این جلسه که چه دقیقه نمیدونم با کی صحبت میکرد انگلیسی یا اسپانیایی یا ترکی اینا رو که حداقل من به شخصی شنیدم و واقعا به تبریک میگم خیلی خیلی عجیبه برای من عجیبه من چند وقت که تو رو میشناسم و هیچ وقت نتونستم حض بکنم که چه شکلی آدم میتونه اینقدر راحت زبون نمیدونم هفتم هشتم نهم دهم ده اینقدر خوب بتونه تحصیلات آکادمی که چی بوده؟ واقعیتش رو بخواین من تا دیپلوم رو ادامه دادم و دیپلمم پذیرفته شدم بعد از کنکور توی دانشگاه دانشگاه دولتی کاشان رشته ادبیات انگلیسی ولی انقدر راستشو رو بخواین برای من انگار دانشگاه راه من نبود من نتونستم دانشگاه رو ادامه بدم کمتر از حتی مثلا بگم دو ماه من دانشگاه رو رها کردم و برگشتم به اون زندگی که قبلترش من به صورت تنهایی توی اصفهان شروع کرده بودم من از بچگی یه چیز جالبی که بهتون بگم من یه سری آدم ها رو میدونم میشناسم و یه سری تئوریایی رو خوندم و شنیدم که میگن شما تمرکز بد داشته باشی ولی این تمرکز حالا بعضیا میگن که نه تمرکز یعنی اینکه در لحظه رو اون کاری که داری میکنی تمرکز داشته باشی بعضیا میگن که نه تو فقط باید یک زمینه یک رشته یک کاری رو به عهده بگیری و اون رو بیای انجام بدی من یکی از دلایلی که باز اون اولین جمله که گفتم حالا من به این دیوانگی خیلی شرم میکنم چون برای خود من مفهوم جالبیه به نظر من یک این نوع از دیوانگی که من دارم راجبش حرف میزنم میشه گفت عاقلانه ترین شکل زندگی کردنه ام اینه که من خیلی علاقه داشتم از بچگی به یادگیری و کنجکاو بودم که تو زمینه هایی که بشون کوچکترین احساس علاقه میکنم برم و شروع کنم به یاد گرفتن حالا زبان فقط یکیش بود تازه اونم میگم تو زبانهای مختلف و خب همیشه حرف همه این بود که بابا بسته تو همه کار هیچ کاره میشی ها یا چرا مثلا از این شاخه به اون شاخه میپری یا اینکه با یک دست چند تا هندونه میخوای بغل کنی بعد دیده من این بود که آقا دست منه هندونه منه من بغل میخوام بکنم شما نگران چی هستید و خیلی برام این دردآور بود که این حرفا میخواستن بذارن که من دیگه نخوام اون همه اون زمین که دوست داشتم رو یاد بگیرم ولی سفت و سخت وایسادم روی دیدگاه خودم و کلاسای مختلف میرفتم شاید باورتون نشه من مدرسه که میومدم جز محدود آدمایی بودم که تا عصر و حتی شب قابلیت داشتم که سر کلاس باشم و بعد بیام حالا مثلا دو سه ساعتی بشینم تازه درس بخونم اینقدر علاقه به کلاس که خارج از مدرسه میرفتم داشتم موسیقی کار میکردم نمیدونم رقص آواز حتی به من گفتن که آخه بابا نابینا و کمبینا رو چه به نقاشی ولی من هم به خط بریل نقاشی کشیدن رو خیلی دوست داشتم و هم اصلا معمولی مثل بقیه نقاشی کشیدن رو خیلی دوست داشتن اینم جالبی چیز اون چیزایی بود که از بچگی به لطف معلم پرورشی مون که اینم بهتون بگم اینقدر این آدم توی زندگی من تأثیر گذار بود که باز شد من علایقم توانایی هم و فراتوانایی هم رو پیدا کنم ایشون میگفتش که مسابقه نقاشی گذاشتن بین بچه های عادی فکر کنید نه تازه ما تو مدرسه استثنایی بودیم گفت بین بچه های عادی مسابقه نقاشی گذاشتن شما نابینا هم باید نقاشی بکشی کسی هم حق نداره کمک یعنی اینو باور داشت که هیچ محدودیتی وجود نداره و این باور رو در درون من با تمام وجود میتونم بگم که من از ایشون هدیه گرفتم بعد من کلاسای مختلفی میرفتم میگم نقاشی بود شنا بود نمیدونم بازیگری بود الان هم همچنان دارم به یادگیری تمام زمینه هایی که توشون علاقه دارم ادامه میدم و اون مدتی هم که دانشگاه رو رها کردم برگشتم به زندگی که قبل از اون داشتم کلاسامو رفتم حتی کار کردم به عنوان مترجم و شغلای دیگه رو در کنار کلاسایی که میرفتم تونستم تجربه بکنم که برای من خیلی پربارتر هست این زندگی که الان دارم و روز به روز دارم سعی کنم که بهترش کنم تا اینکه فقط تو دانشگاه میرفتم و محدود میکردم خودم رو به دانشگاه بسیار عالی میخوایم بریم می سراغ یکی از جذابترین اتفاقات زندگیت میخوایم بریم سراغ سفرهات یک دختر تنهای 20 ساله که یه سری محدودیت هایی هم داره و تقریبا نابیناست و بوجه هم نداره میخواد بره سفر اولین سال پدر چجوری راضی شدن؟ چجوری راضیشون کردی؟ بنده خدا نکته آره. خیلی جالب ماجرا راستش رو بخواین من اول اینو بهتون بگم که من مشکلات رو همیشه دوست دارم میمش رو حذف کنم چون باعث شیرینی زندگی شدن برای من شکلات بشه بله دقیقا چون شکلات شادی بخش ترین چیزی هست که برای همین به بچه ها وقتی هدیه میدین انقدر خوشحال میشن که ای کاش ما هم همونجوری خوشحال بشیم با یه هدیه گرفتن کوچکترین چیزی ولی میخوام اینو بگم که یک،, یک, سری از اون شکلات هایی که به نظر من هر آدمی بعد به تولدش با خودش میاره به نظر من تو یک سری از جوامع دختر بودن خودش شکلاته حالا اینکه شما دختر باشی و به دنیا بیای و تازه یک سری شرایط خاص جسمی رو هم داشته باشی مثل بیناییت و دیابت بیمزه که به نظر من خیلی هم بامزه و خوشمزه است اصلا بیمزه نیست و این بیماریه که من باز مادرزادی داشتم و باعث میشه که خیلی زیاد آب بخورم نیاز به آب داشته باشم اینها رو هم وقتی با خودت میاری این شکلات بیشتر میشه دیگه و این دید رو شاید تو یک سری از فضاهای کوچیکتر داشته باشن که شما آسیب شما نمیتونی شما باید بیشتر مراقبت باشن و برای اینکه از این دید بخوام راحت بگم که خودم رو نجات بدم من و اول خودم رو به خودم ثابت کنم ولی بقیه هیچی من خیلی جنگیدم خیلی جنگیدم و همیشه استقلال آزادی اینکه من بتونم خودم برای زندگی خودم تصمیم بگیرم با آگاهی البته نه اینکه بیگدار به آب بزنم ولی خودم بتونم انان زندگیم رو در دست بگیرم این همیشه چیزی بوده که از سنین خیلی کم من دوستش داشتم من یادمه که خب به خاطر اون نگرانیه که پدر و مادر من داشتن و فضای اطراف ما حتی این نگرانی رو یه جور القا میکرد می و میکنه ام من خونه ما دوازه هم زندگی میکردیم کوچیک که بودم مامانم بقالی میخواست بره مثلا وسیله احتیاجش که بگیره نمیتونستی که داشت آشپزی میکرد یا کاری داشت تو خونه هفت تا من داشتم همه با هم زندگی میکردیم میگفتش که حسن جان مرتزا جان مثلا نمیدونم مسلم جان جعفر جان میشه شما برین برای من مثلا یه ماست بگیرین مثال دارم میزنم بعد چرا من نباید مثلا برم اینو برای مامانم خودم بگیرم و بیام چی میشه مگه Uh, چرا این دید هستش که من از پس این کار ساده هم حتی نمیتونم بر خلاصه یه روز چادر رنگی کوچولو سرم کردم پول دست مامانم قاپیدم یعنی اینجوری گرفته بود تو دستش که مثلا به عموم داشت میگفت اونا میگفتن ما میخوایم بازی کنیم و نمیدونم درس داریم و الوبه دوون دوون دو اینو دو 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 من هیچ وقت یادم نمیره میره حتی شاید اکثر دوربریام یادشون نباشه ولی گرفتم و دویدم رفتم سر کوچه چیزی که مامانم میخواست گرفتم آوردم از اونجا بود که این تلاش برای استقلال شروع شد من مامانم اصالتا اهل سمیرومه شهر سال سمیروم من یه دختر دایی اونجا دارم که خیلی با هم جیک توجیک بودیم از بچگی صمیمی بودیم و مثل خواهر بودیم برای هم دیگه من گیر دادم به مامان و بابام گفتم که من میخوام برم سمیروم گفتن نه سمیروم فقط آخر هفته ها ما باشیم گفتم مامان من الان دلم هوای دختر داییمو کرده میخوام برم بعد اینقدر گیر دادم و یه کردم که بابام گفت به یه شرط میذارم بری اونم اینه که ما میبریم سوار ماشین های گاراژ سمیرون میکنیمت تو به محض اینکه ماشین حرکت کرد زنگ میزنی به دایی اسمایل دایی آخریم که دایی مثلا من حرکت کردم 45 دقیقه دیگه میرسم بیا مثلا ترمینال دنباله گفتم باش قول میدم من به شخص آدمیم که طبق اون اخلاق و دروس اخلاقی از دروغ خوشم نمیاد ولی برای انجام دادن یک سری کارها شما چاره ای جز دروغ یه وقتی واقعا پیدا کنیم مثلا اگر من سوار ماشین که شدم به داییم زنگ میزدم میگفتم دای من حرکت کردم بیا دنبالم دیگه نمیتونستم اون کاری که میخوام انجام بدم به اون استقلالی که خودمو نمیتونستم ثابت کنم چیکار کردم دایم زنگ زنی یعنی من که به داییم زنگ زدم، بابام به زنگ زده بود که آره من دخترمو گذاشتم تو ماشین داره میاد یه فکر کنی یه مسیر یک ساعته حتی بعد چی شد دایم دا زنگ زد گفتش که راه افتادین گفتم دایی ای واقعیتش اینه که خب بعضی وقتا واقعا اتفاق میفته من واقعیتش اینه که نه هنوز من راه نیفتادم ماشین مثلا مسافراش نمیدن چهار نفر بعد پرشه و اینا گو اوکی را افتادی زنگ بزن این تا سمیرون بنده خدا هی زنگ میزد من باز همون هر رو تحویلش میدادم و خب بعد باورتون شد شاید خود منم نمیدونستم چجوری قرار خونه مادر بزرگم پیدا کنم و فقط میدونستم که من میرم این کارو میکنم رفتم رسیدم پشت در زنگ در خونه رو زدم دایی اومد پشت در و گفتش که تو مگه نگفته بودی که مثلا مسافر هنوز تو ماشین کسی سوار نشده و اینا تو اینجا چی کارم کوچه نگفتم میگم دنبالت من دایی دلم اینو خودم یعنی فکر کنین کار به این سادگی هم مثلا بعد اثبات میکردم که خب میتونم دیگه این اولین سفر تنهایی بله اولین سفر تنهایی خب ولی خب انصافا یه سفر 45 دقیقه تا اونور کجا و یه سفر تنهایی خارج از کشور کجا دقیقا و حرف اینه که تازه میگم اینا همه برای من مرحله به مرحله و پله به پله اتفاق افتاد من بعد از اون مبارزه کردم برای اینکه آقا من مثلا میخوام بیام تهران آزمون تاپیک سفارت کره رو ثبت نام بکنم اون موقع آزمونش اینجوری بود که شما یه دور بعد میومدی تهران حضوری ثبت نام میکردی یه دور دیگه میومدی آزمون رو میدادی بعد من به مامان که میگفتم ما نمیتونیم از فلان دوست بپرس از فلان فامیل بپرس واقعا هم خیلی مامان بابام کار میکنن از صبح تا شب و من گفتم خب چیکار کنم از تصمیم گرفتم که حرکت کنم بدون اینکه از پدرم اجازه بگیرم هدفم این نبود که پدرم رو بخوام بهش بی احترامی کنم نه ولی اگر من اجازه میگرفتم حتی اگه اجازه میداد با نگرانی میداد بهتر بود حرکت کنم و بعد یه جوری تو عمل انجام شده قرارش بدم و اول ثابت کنم این کارو که میکردم بعد دیگه خودش اصلا دفعات بعدی با کمال میل اجازه رو میداد چی کشیده از دست تو بعد باورتون چی چیکار کردم اومدم حرکت کردم بعد باهم گفت سلام بابا زنگ میزنه بهم بابام هر از گاهی خیلی خوشحالم میکنه که تلفنی سرغمو میگیره هم بابام هم مامانم کجایی بابا گفتم تو اتوبوسم گفت برای شهرزاد گفتم نه برای سمیرم گفتم کجا گفتم دارم میرم دختر تو دیوونه ای داری میری تهران اگه تهران فلان بشه و همش چی کار میکنی مواظب به وسایلت باش رو چجوری پیدا میکنی چجوری میری سفارت کره جنوبی پیدا میکنی ال بل تهران به اون بزرگ خلاصه من اومدم تهران سبترم رو کردم و برگشتم دفعه بعد که میخواستم برم با خودت برو دیگه به ما چه دیگه دیگه تا که اینجا رو رفتی خودت هم بقیهش رو بر حتی من سوم راهنماییم اینجوری شد که شنیدم یه مدرسه نابینایانی وجود داره تو تهران مثل مدرسه نرجس که من اومدم اینجا یه دوره سه ماهه اتفاقا تو خوابگاهش هم موندم به بابا مامانم گفتم که چیزایی که تا الان یاد نگرفتم و تو این سنم باید یاد میگرفتم بدون تعارف بگم از گیرزدن رو سری بگیر تا ناخون گرفتن حتی من میخوام برم تنهایی زندگی کنم تا یادشون بگیره. و اومدم تهران و یکی از بهترین تجربه هام بود بعد دیگه برگشتم شهرزاد چون جو حالا اون خوابگاهی که بودم برام یه کمی سخت بود برگشتم شهرزا ادامه دادم درسم رو تا اینکه رسیدم به جایی که دبیرستانم تموم شد گفتم من نمیخوام کنکور بدم ولی مامانم گفتش که تو که حالا کنکور بیا هم کنکور زبان که دوست داری بده ولی بده حتی اگه نمیخواد دانشگاه هم بری اوکی نرو ولی کنکور رو بده من کنکور رو دادم و بعد دانشگاه رو که قبول شدم گفتم مامان دانشگاه رو نمیرم چون میگم تصمیم گرفته بودم برم اصفهان تنهایی زندگی کنم و اینو شروع کرده بودم حتی از یک سال قبلش من فکر کنین هر روز میرفتم مثلا اصفهان کلاسم بود مثلا فکر کنین صبح تا ظهرش کلاسای زبانم بود بعد از ظهرش کلاس بازیگری بود برمیگشتم میبدم شهرزاد دوباره روز بعد دیگه تصمیم گرفتم زندگیمو کامل منتقل کنم به اصفهان برای خودم و این کارم کرده بودم و خیلی هم داشتم نتیجه میگیر تا زدش زندگیم گل میکرد که من دانشگاه کاشان قبول شدم ولی مامانم گفتش بیا برو به اونجا یه فرصت بده بیا با هم بریم ببینیم چه جوری رفتیم و بگه اونجا هر جوری که بود ما رو قانع کردن که بمون دانشگاه دانشگاه فرصت بده ولی واقعیتش رو بخوام بهتون بگم میم راه من نبود با کمال احترام چون من آدمی هم که نمیتونم تک باشم میتونم تمرکز کنم ولی از اینکه دنیا محدود بشه و تو قفس قرار بگیرم واقعا بیزارم برگشتم اومدم اسفهان زندگی مدام دادم و بهترین تصمیم زندگی یکی از بهترین تصمیم های زندگی من سفر اصلی زندگیم یعنی تغییر محل زندگی که اکثر وقت تو قرار توش بگذرونی از محیط شهرزا به اسفهان بود حالا دلیلش چیه نه اینکه شهرزاد اتفاقا شهریه که یونانچه ای ایرانه امثال الهی قمشهی و استاد پریش و استاد آشفته رو تحویل جامعه داده ولی دلیل من اینه که تا وقتی از اون دایره امنش کسی بیرون نیاد به جایی نمیرسه واقعا یعنی به اون رشد فردی توسعه شخصیتی که میخواد نمیرسه اصفهان برای من سکوی پرتاب شد شهر موفقیتم شد چه اساتید بینظیری برای تک تک زمینه هایی که میخواستم یاد بگیرم توی اسفهان و بعد تهران پیدا نکردم من با چه انسان های بینظیری که روبرو نشدم بعد این سفر اصلا زندگی من رو یعنی به دو بخش قبل و بعد از خودش تقسیم کرد و من اومدم اسفهان از اون موقع دنبال این بودم که مسیری پیدا کنم که اهداف رویاها و رسالت من رو در بر بگیره و بتونم به عنوان مسیر زندگی انتخابش کنم حالا چه جور مسیری باید باشه تنوع باید داشته باشه به یادگیری زمینه های مختلف من کمک کنه مثلا اینکه خصوصا زبان بتونم از زبانهای مختلف استفاده کنم زبانی مختلف بشنوم با مردم ارتباط ارتباط من خیلی لذت بخشه این اینکه داستان زندگی ما با بقیه به اشتراک بذارم بقیه به من درس بدن من یاد بگیرم خیلی برام لذت بخشه داشتم فکر اوایلش دنبال این بودم میگفتم خب اگه تو مثلا توی ایران دانشگاه مسیر من نبوده شاید با مهاجرت دانشگاه مسیر من بشه پس جالب اینه که دیدین میگن وقتی یه مسیر مال تو نیست اون برنامه اون چیزی که میخوای برات اتفاق نمیافته من برای بورسیه تحصیلی خیلی جاها درخواست میدادم و همه رد میشد چون دانشگاه میخواستم برم دوباره دیگه با اینکه یه بار تجربه کردم که اون راه من نبوده میخواستم دوباره برم و گیر داده بودم که من روسیه مثلا کشور دیگر رو میخوام و رد میشد تا اینکه یه دوره تو اسفهان برگزار شد تو همون مدت پنج سالی که من تنها اسفهان زندگی میکردم به اسم English for International Tourism تو همون مؤسسه زبان من استادش یه آقایی بودن به اسم استاد الیاس عقیلی دهنوی که ایشون هم از طریق سفر جهان جهانگردی هم دیپلماتیک سفر میکردن یعنی دیپلماتی که میگن مثلا فکر کن یه بار سفارت کانادا بهشون مموریت میداد که برای سفارت مثلا آلمان فلان کارو بکنه بین سفارتی بین کشوری کار میکردن بعد ایشون بیش از 80 کشور رو سفر کرده بودن دوره‌ای که برای ما گذاشتن این بود که به زبان انگلیسی راجب فرهنگ ها زبان ها خودشون مثلا 8 زبان رو ایشون هم در سطوح مختلف کار کردن که از جمله اون زبان ها فکر کنید زبان آفریقایی هم بود اون کلاس این بود که به من یه تلنگور زد ببین تو تو زندگیت به هر جایی رسیدی به خاطر این بیرون اومدن از اون منطقه امن از اون کامفرت زونت بوده و هر چی سفر کردی هر چقدر حرکت کردی بزرگترین انقلاب های درونی و بیرونی تو زندگیت به این شکل اتفاق افتاده بعد شروع کردم راجب سبک زندگی در سفر نه که فقط شما مثلا یه سفری بری تفریحی یا کاری داشته باشی یه جایی برگردی راجب سبک زندگی در سفر تحقیق کردم اینقدر پادکست گوش کردم سعی کردم سفرنامه بخونم تحقیق کنم دو سال پیش توی خیابون چارباغ اسفهان نشسته بودم داشتم پادکست های رادیو ماجرا و نمیدونم اه، رادیو آهنگ سفر خیلی از پادکست خیلی پادکست های هستن که علاقه مندم بهشون بایسیکل ران و غیره و غیره خیلی پادکست ها بودن که داشتم گوش میکردم یکیشون بود که راجب به سفر بود من داشتم گوش میکردم اون روز توی چهارباغ اصفهان خیابون چهارباغ عباسی یه پارکی هم داره که دقیقا نیمکت هایی داره نزدیک امارت هشت بهشت من اونجا نشسته بودم و با خودم گفتم که تو تا الان هر چیزی خواستی یاد گرفتی بدون اینکه بگی مثلا پول نده اصلا به فکر پولش باشی این همه کلاس رو رفتی ثبت نام کردی و به فکر پولش نبودی حاضر بودی که مثلا یه جاهایی غذات تعمین نشه لباس دیر تامین بشه یا نشه ولی هزینه یادگیری تو بدی چرا الان نشستی اینجا و میگی که خوش به حال فلان خوش به حال محمد تاجران وای خدای من فوق العاده است این زندگی که مثلا ملیکا بوکای داره خلاصه از این الگوها من زیاد دارم که اسم همشون رو نمیتونم بیارم ولی همیشه تو قلب و ذهن من هستن اصلا یه جهانگرد رو داری میگی بله. برای کسی که نمیدونه بله جهانگردا من کلا تو هر زمینه عادت دارم واسه خودم کلی الگو داشته باشم که بتونم شبیه اونها حالا اینکه کپیشون بشم ولی راهشون رو بتونم ادامه بدم و با ورژن خودم که خود شمایی که روبری من نشستینی یکی از اون الگوایی بودین که من گفتم خدای یعنی میشه من یه روز ببینمشون اون رفاقت شکل <applause> خلاصه این که تصمیم گرفتم توی قبلش هم با من بزرگترین نعمت زندگی که دارم اساتیدم و انسان هایی که تو مسیرم قرار میگن حالا به هر عنوان میتونه استاد باشه میتونه میزبان هایی که تو سفر پیدا میکنم باشه این بزرگترین نعمت منه اساتیدم بهم گفته بودن که دختر پاشو برو دنبال روح هات اون روز در حال گوش کردن سفرنامه با خودم عهد بستم فکر کنین مثلا اوایل هفته روزای اول آذر بود پا شدم رفتم چک کردم بلیط ها رو و دیدم که برای جمعه دوازده آذر روز جهانی معلولین بلیت هست از تهران به یروان یروان همون ایروان ارمنستان و من بلیت رو خریدم اون موقع کل بودجه هم که تو کارت من بود یک و 500 بودش و کولم هم خریدم یعنی حالا با یه مقدار مبلغی که حالا از استادم هدیه گرفته بودم یه کوله که مثلا اونم باز یکی که خورده ای شدش و همین برگشتم هم اومدم خونه گفتم که مامان بابا من دارم میرم که رویام رو زندگی کنم دیگه اینکه مدت ها هم بود عشق به سفر و رفتن و کشف کردن توی وجود من بود و اینا مامان و بابام از مدت ها پیش میدونستن مادم و مامانم شوکه شده بود باورش نمیشد بیت نشون دادم کوله نشون دادم دیگه رسما تا بابام که اصلا واقعا شک بزرگی بود براش بعد جالب اینه که به من مثلا میگفتن به عنوان مقصد اول یه جایی رو بعد مشخص کنی که حالا کم دیگه نزد. از کشور همسایه نزدیکه ولی من میتونستم ترکیه رو انتخاب کنم زبان ترکی رو تا اون موقع 7 سالی حداقل بودش که کار میکردم البته ترکی ترکیه رو کمتر ولی قبلش هم حالا مقداری ترکیه قشقایی و آذری رو کار کرده بودم و سالها بود که ترکی رو کار کردم پام تا الان یک بار به خارج از ترکیه یعنی خارج از ترکیه خارج از ایران نرسیده بود و میتونستم برم ترکیه کلی دوست رفیق داشتم که هم باشون زبان ترکی رو تمرین میکردم ولی ارمنستان رو انتخاب کردم چرا چون به شدت عاشق یادگیری زبان ارمنی بودم و جزو زبانه بود که منابعش برای من کم بود حتی من با اصرار میرفتم دم کلیسا وانک با خانم اوکاسیان که از اولی استاد زبان ارمنی منم بودن مسئول روابط عمومی سابقه کلیسای وانکی بودن میرفتم بهشون و گفتم که تو رو خدا خواهش میکنم به من ارمنی یاد بدیم استدعا میکنم این لطف رو بکنین به من ارمنی یاد بدید پس سوالش بود که چرا خوام ارمنی یاد بگیرم؟ تو که قصد مهاجرت به ارمنستان من, من این زبان رو که یکی از قدیمی ترین و زیباترین زبان های دنیاست رو به عشق خودش دنیایی که در اختیار میذاره میخوام یاد بگیرم خلاصه ارمنی رو من با ایشون چند جلسه ای ادامه دادم بعد یه اتفاق ناگواری براشون افتاد که دیگه نتونستم ادامه بدم و داشتم حالا سرق اینستاگرام و اینور اونور هر جوری بود ادامه میدادم ولی سطح ارمنیم خیلی پایین بود فقط مثلا در حد نمیدونم بارفزس وونتک اینچ بسک جملات اینجوری سلام حالتون چطوره حالا رسمی غیر رسمی اینا رو یاد گرفته بودم و نسبت به ترکی که میتونم بگم کاملا صحبت میکردم دیگه خب خیلی سطح پایینی بود و تو ارمنستان هیچ کس نداشتم در حالی که ترکیه تا اون موقع میگم تو خیلی از جاش تو داشتم چرا این کارو کردم؟ ارمنستان توی زمستون چرا میخواستم خودم رو به سنجم ببینم که دختری که هی مدام میگفت رویای منه که جهانگرد بشم و تمام زندگیم رو در سفر زندگی کنم به قول حالا جمله ضرب حالا جمله بگیم ضرب مثل بگیم این جمله که خیلی میشنویم چند مرد حلاجه میخواستم اینم برای خودم چند مرد حلاجم چقدر حاضرم همون جوری که پای مسیر یادگیری زمینه های مختلف ایستادم پای مسیر استقلال و آزادی نیستادم چقدر حاضرم که توی مسیر جهان گردیم ثابت قدم وایسم و تو سختیاش پا, پا, پا پس نکشم جالب اینه هیچ جایی رو من رزرو نکرده بودم و سفرم رو شروع کردم هیچ بودجه هم نداشتم در طول همون مثلا مدت دو هفته ای که تقریبا به سفرم مونده بود اساتیدم یکی برام کیسه خواب خرید یکی نمیدونم به هم مبلغ نقدی هدیه داد هر جوری بود من با 137 دلار سفرم رو که قرار بود سه ماه تو ارمنستان طول بکشه رو شروع کردم بدون اینکه تو کار سرفینگ با اینکه درخواست داده بودم کسی درخواستم قبول نکرده بود جایی رزرو نکرده بودم کوتاه کنم قضیه رو من سه ماه از معجزه آساترین روزهای زندگیم رو که حتی عاشق سختیایم که تو این سفر کشیدم آسونیا و حالا زیباییاش یه طرف عاشق چالشایم که توی این سفر داشتم گذشت موقعی که میخواستم برگردم همه میگفتن که اولا قبل سفرم یه سریا بودن که باور داشتن با این پاسپورت ضعیفی که حالا ما داریم و سطح مالی و یعنی شرایط مالی و جسمی هم که من دارم به عنوان یه دختر و کسی که شرط جسمیشو حالا مالیش هم خواسته امکان نداره من بتونم جهانگردی که هیچ سفر ارمنستانم رو پشت سر بذارم بعد از سه ماه که برگشتم به من گفته بودن که مثلا ممکنه که نتونی به خاطر یه سری دلایلی با مردم ارمنستان ارتباط برقرار کنی چون زبانشون رو هنوز نمیدونی درست و غیره موقع برگشتن من گریه میکردم و دوستای ارمنیم گریه میکردم ارمنستان شده بود خونم دلم نمیخواست ازش واقعا خدافزی کنم با کلی اتفاقاتی که افتاد مصاحبه ملی که تو تلویزیون ملی ارمنستان داشتم مصاحبه که توی سفارت ایران یک, یک از عزیزان از مدعوین اونجا از من گرفت و یادگیری زبان ارمنی که فکر کنم ورود ای یک بود و موقع خروج ای دو رو دیگه فکر میکنم که تموم کرده بودم از بس از مردم یاد گرفته بودم بعد از اون برگشتم دو هفته بیشتر نتونستم تو ایران دوام بیارم رفتم ترکیه تو همون اولین سفری که به ترکیه داشتم هم در انتهای سفرم تونستم آزمون بیرانمرالی زبان ترکیه استانبولی دانشگاه استانبول رو بدم و سطح سی یک بانوی نیم از سطح تو اولین حضورم توی ترکیه که خیلی جالبه مردم واکنششون وقتی منو میگیدن که دارم ترکی صحبت میکنم بود سن آذری میسن تبریز هاییر هایر واللهی بیلاهی بن آذری دیلم دیورم اینا میولار پاسپورت گستریورم یعنی میگه کار بجرسی که گفتم پاسپورت نشون بدم که باورتون بشه میگفتم میکنی؟ میگفتم که تو آذری هستی میگفتم که نه من نه آذری هم نه تبریزم و خدا میدونه که فقط یاد گرفتم ترکی رو انقدر عشق داشتم که هم ترکی آذری رو هم ترکیه ترکیه رو علاقه هم بوده که یاد بگیرم هرچند که اون تسلطی که من رو صحبت کردن ترکی ترکیه دارم چون بیشتر از ترکیه تا الان دوست داشتم تا آذری زبان ها قطعا خیلی بیشتره ولی هر دو رو میتونم بفهمم و حرف بزنم خیلی براشون جالب بود یعنی باور نکردنی بعد تو اولین سفری که تو،, تو،, تو به ترکیه داری این موفقیت رو میتونی به دست بیاری شما شما باید تصور بکنید حال من رو لحظه ای که ببخشید من یکم احساساتی شدم الان اون استادی که از من امتحان گرفت سالات رو برام خوند وقتی که داشت سال رو میخوند من با به ناخونام یعنی من دوست دارم ناخونام هر از گاهی زیاد نمیتونم چون تو, تو سفر سختم ولی هر از گاهی بذارم داشتم تمام رو از استرس امتحان میکردم بدون که خودم بفهمم ولی با تمام عشق داشتم جواب سوالات آزمون رو میدادم بعد یه جایی گفتش که تırnaklarını براک ناخوناتو مل کن ناخوناتو مل کن و ناخونامو مل کردم و جواب سوالا رو دادم تموم شد گفتش که ببین در حالت عادی تو باید برای نتیجه امتحانت صبر کنی ولی اه, ده دقیقه بشین من تصیم میکنم نتیجه رو بهت میگم تو تمام اون ده دقیقه من جوری بودم خدایا یعنی چی میشه چه نتیجه ایمون منه و خیلی جالبه که بعد ده دقیقه به من رو کرد گفتش که اگه به من نگفته بودی که تو زمینه شعر و ادبیاتم دست داری و تو زبان مادری خودت شاعری من نمره بیشتر از این رو بدون دادم ولی چون یه اشتباه ادبی توی متنی که به ترکی نوشتی کردی که انتظارش نداشتم عدد نمره کم کردم و اولین باری هست که من از یه فردی که حالا نابینا هستش دارم امتحان میگیرم و شوکه کردی من رو به عنوان یه کسی که ترک زبانه و شاگرد زیادی داشتم شوکه کردی من رو خیلی خوشحالم که منو انتخاب کردن ازت آزمون بگیرم جالبه انقدر فرد با حوصله بود و سوالات رو به نحو احسن میخوند که نمیتونم توصیف کنم نتیجه وقتی که به هم سرتیفیکیت هم دادن و گفتن که سی یک یعنی کسی که دیگه رسما نزدیک زبان مادریش هست اون زبان میدونین از استاده کلی تشکر کردم از حتی مسئولین اون استانبول مرسس دیل مرکزی از اونجا تشکر کردم اومدم با استاد تا ایستگاه کشتی که من راهنمایی کنه سوار بشم بهش میگن واپر از یک قسمت استانبول میره و یکی قسمت که برم سازمان نابینایی که تو استانبول شده بود بعد شما میدونین چه حالی من داشتم که سرتیفیکیت هم دستم بود با گوشی به تک تک رفقا و میزبانایی که تو ترکیه تا اون موقع داشتم بگیر تا استادایی که برای زبان ترکیم داشتم و مامانم و بعد همه اینا زنگ زده بودم میگفتم من قبول شدم من تونستم و تک تک لحظه هایی که بدهکاری داشتم واسه کلاس زبانم ولی این خیالم نبود میگفتم من بدهکار رو میدم یواش یواش جور میکردم میدادم فروختن قطعات طلایی که با بدهی میخواهیدم ولی توی چشم به هم زدن مثلا برای یادگیریم برای کاری که میخواستم میفروختمشون همه اینا اومده بود تک تک زحماتی که خودم کشیدم و بابام استادا کشیده بودن میومد جلوی چشمم که ببین برای این یکی زبان نتیجه گرفتی بس برای بقیه یکی یکی میتونی انقدر حالم خوب بود توی کشتی با صدای بلند واسه خودم آواز میخوندم بالا پایین میپریدم گریه میکردم میخندیدم سرتیفیکیتم تو هوا نشون میدم به تک تک مردم ترکیه که اونجا هیچ ربطی نداشت بهشون میگفتم من کازاندم من بگیم چون بود من باشاردم یعنی یعنی اینجا دی خانمی هم بود اونجا گفت چی چی شده اینقدر خوشحالی گفت نه آقا من زبان شما رو یاد گرفتم توی شرایطی که خب واقعا شرط آسونی هم نبود و تو اولین حضورم توی ترکیه تونستم این نتیجه رو داشته باشم خلاص کلی باش گپ زدم آخر سرم رسید کشتی گفتش که کجا میخوای بری گفتم من میخوام برم مثلا این کوچه منطقه کادیکیوی و تا آخرین لحظه منو همراهی کرد و رسون توی سازمان این خیلی برام لذت بخش یعنی سفر بود که باعث شد حتی نتیجه زبانه و چیزایی که یاد گرفتم و تازه به وضوع به عینه ببینم نتیجه کل زندگی که تا اون موقع صرف کرده بودم از ترکیه برگشتم فکر و خیالم بود که من دنبال اینم که سفرهای بلند مدت برم دیگه یه چند بارم عراق تنهایی سفر داشتم حتی مثلا ام، 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 بعد از اون ولی باز دنبال این بودم که سفر بلند مدت تری داشته باشم چیکار کردم برنامه ریزی کردم برای سفر پاکستان و هند و نپال و جالب اینه که من خیلی راجب یه سفرنامه که خوش کردم راجب سفرنامه راجب کشمیر سفرنامه آقای حسین عبداللهی بود که باعث شد من عاشق کشمیر بشم خصوصا کشمیر هند و به خودم گفتم من این سفر که میرم حتما کشمیر رو هم میرم میبینم برنامه کردم خیلی ها بودن که حمایت کردن و گفتن پاکستان رو هندرو نپال رو برو ولی یک سری ها هم بودن که پاکستان نه به هیچ انوان اصلا اصلا چرا پاکستان و خطرناکیه تو دختری من همشه این مثال رو میزنم میگم که بعضی‌ها میگن این کارو نکن اون کارو نکن میبرنت میپزنت میکشنت میخورنت فلان میشه ول میشه علم میشه می جامعه پر گرگ یعنی این جمله ها رو از بچگی من شنیده بودم تا موقعی که خب سفر شروع کردم از زندگی یه در سفر اصلا زندگی منو تغییر داد خلاصه سرتون رو درد نگارم من سفر پاکستانم رو شروع کردم و هیچی هفت هزار تومن توی کارت هم بود و من گفتم من دارم میرم ویزا بگیرم دارم میرم ویزا بگیرم اما مامانم گفتش که آخه قربونت برم کی با این مبلغ پول میاد که ویزا بگیره گفتم باشه من میرم من ویزا رو میگیرم بالاخره اومدم تهران در حالی که تو کارت هم هنوز کسی منو قبول نکرده بود اون دفعه بعد یادم اومدش که یعنی رسیده رسیدم اونجا اولا ساعت پنج صبح روی نیمکت های نشسته بودم فکر کنین داشتم به خودم فکر که خب حالا حداقل میتونم مدارک هندو ببینم چی لازم داره به مثلا آماده کنم ببرم تحویل بدم با همین مبلغی که دارم الان توی حداقل تا دفتر کارگزاری آناهیتو رو میشد کرایش کرد <applause> بعد دیگه هیچی مدارک آماده کردم و اینها گفت بعد یه فرم بیای اونجا بگی اگه خودت نمیتونی پر کنی هم پر میکنیم رفتم اونجا و فرمو پر کردم قبلش هم هی قیمت های حاصله ها و هتل رو نگاه کردم خدای تهران واقعا من با این پول میتونم مثلا چیکار کنم مثلا بیشتر هزینه کنم برای رفت و آمدم اینا خیلی پول زیادی بود برای من نداشتم بعد آقای حامد روشنایی دوست صمیمی محمد تاجران بودن که ایشون وقتی بوده بودن منو شهرزا ببینن ایشون هم باهاشون بودن و با من تماس گرفتن گفتن که یعنی وقتی من جلوی در خونمون به من گفتن که تو یه خونه داری توی کرج و یک ماه هم که بیای بمونی هر چند ماه هم اینجا خونه خودته یاد ایشون افتادم و جالب اینه که با هم, هم تماس گرفتن و گفتن که کجایی گفتم من برای ویزا اقدام کنم ولی هنوز میزبان پیدا نکردم مگه من نگفتم اینجا خونه خودت پشو بیا اینجا میزبانم که اینجوری حل شد از اون طرف یکی از دوستای آقا حمد دنبال آموزش زبان ترکی میگشت استاد پیدا کنه و اینها که مکالمه باش کار کنه حالا من که استاد نیستم ولی پذیرفتم که کار کنم و اتفاقی که افتاد این بودش که با هزینه که ایشون پرداخت کردم برای کلاس خصوصیشون ویزای پاکستانم رو تونستم بگیرم که حلوش مثلا فکر کنم یه 25 30 دلار بودش بعد ویزای پاکستانم که خب اونجوری هزینش جور شد از این طرف یکی از دیگه از دوستای آقا محمد تاجران با من تماس گرفتن گفتن که میشه بیایم با دختر من و دوستش صحبت بکنین راجبه الان اینکه چجوری برای زندگی هدف گذاری کنن و برای انگیزشی و اینها گفتم با کمال میل من دختر شما مثل خواهر خودم دوستش هم همینطور دوست دارم که اصلا یه تاثیری گذاشته بشه رفتم و فردای اون روز کلی با هم صمیمی شدیم و کلی با هم گپ زدیم و فردای اون روز ایشون تماس گرفتن و گفتن که درگ جان یه شماره کارت بده من میخوام هدیه یه هدیه ای بدم گفتم برا پول نیامده بودم گفتن که نه من دوست دارم که این یه هدیه هستش که بهت میخوام داده بشه 100 دلار اندازه 100 دلار رو به حساب من ایشون واریز کردن و فکر کنین من با اون پولم تونستم ویزای هندمو بگیرم و بعد یه هدیه ای رو هم از طرف خود همین آقا حامد دریافت کردم که باعث شد من بتونم باش بلیت اصفهان به زاهدانم بگیرم و هزینه رفتم الان تو تهران تامین بشه کارای اینجوری من 300 دلار در نهایت کل بودجه بود که میتونستم برای سفرم ببرم و 300 دلاری که من با خودم بردم صد دلارش تو پاکستان خرج شد تازه ماه اول اصلا مردم پاکستان نمیذاشتن که من بخوام برای مثلا خودم چیزی بگیرم یعنی ماه اول مگه چقدر پاکستان بودی دو ماه دو ماه فقط پاکستان بود بل. بله بل. با کاچ سرفینگ دیگه یعنی من... تو انتخاب میکردی و بله کاچ سرفینگ هست منتها من برای برقراری ارتباط تو سفر اه... کاچ سرفینگ یکی از بهترین روش هامه چون میتونم واسه خودم خونواده داشته باشم و هر جایی که میرم یه خانواده یه گسترده بین برای خودم تشکیل بدم باز برنامه کار داوطلبانه مثل ورکوی و وولد پکرز و اینها هستش به غیر از اون کلاب های هستش که تو سفر مثلا میتونی بری شرکت بکنی به زبان انگلیسی بر مهارت سخنوری و لیدرشپ و رو تقویت میکنه و حتی سرتیفیکیت هایی هم به برنده های تیبل تاپیکشون اهدا میکنن که اینا به مرور مثلا رزومه میشه خودش برای مهارت سخنوری این هستش سازمان ها که حالا سر من سعی میکنم ارتباط بگیرم مبنا بر اون هدفی که دارم همه حتی تو خیابون گفتم من چون تابلو رو نمیتونم بخونم لوکیشن نمیتونم دنبال کنم از مردم باید بپرسم دیگه برای همین ارتباطم هم با مردم هم خودم میخوام که به بیشترین حد ممکن باشه هم, هم که دیگه از فضاهای مختلف واقعا اتفاق میفته پروژه هایی که شرکت میکنم توشون که خیلی جالبم پروژه من یه سال ازت بپرسم چون سوالا میاد تو ذهن من هی میره بعد تو انقدر قشنگ صحبت میکنی که اصلا دلم نمیاد واسه طرفت بپرم ولی دیگه بعضی روزا بپرسم ازت من میدونم که تو خیلی خوب میتونی با این نرم افزارا کار بکنی و کوچ سرفینگ و حالا نرم دیگه خیلی خوب میتونی کار بکنی انقدری که امروز که اومدی خونمون داشتی به ما آموزش میدادی که اصلا چه شکلی باید کار بکنی و همه منوها میشناختی با توجه به اینکه نمیتونی ببینی میشه یه توضیح بدی برای شنونده ها که اینا رو چه شکلی یاد میگیری که اینقدر قشنگ باره هم افزار کار میکنه دقیقا یه دوره آموزشی برای ما گذاشتی دیگه اون روز ام من خب اولا که استفاده من, من, اینو بگم که علاقه که مثلا دوستای هم نوع من به تکنولوژی دارن از علاقه که خودم دارم بیشتر من تکنولوژی رو فقط در اون حدی که حالا استفاده میکنم رو یاد میگیرم ولی ما دوستایی داریم هم نوع که مثلا طرف مثل من نابینا یا کمبیناست ولی برنامه نویسی میکنه به قول معروف زیر و روی سیستم اندروید و گوشی و کامپیوتر همه رو در آورده دیگه ولی برای خود من خب میتونین که ما هر سیستمی میخوایم داشته باشیم باید گویا باشه یعنی ساعت اگه میخوای داشته باشی یاد بریل باشه یا گویا و کامپیوتر و لپتاپ باز همینطور گوشی همینطور سر روی گوشی روی سیستم های اندرویدی دو تا برنامه است که نصب میشه به اسم کامنتری uh, و ایسپیک e که اینا شما نصب میکنین و میخونن براتون شما هر چقدر بیشتر که توی با یه فضایی با این نرم افزاری کار بکنین به مرور دیگه uh, راه میافتیم باش کار یعنی منوها رو این نرم افزاره میاد منوهای مثلا نرم افزار کوچ رو برات میخونه و تو میدونی که کدومشو باید کلیک کنی بله کیلیکنی. دقیقاً هر چیزی که روی سرفینگ که میخوای انگوشتو بذاری کلیک کنی چه شکلی از کجا میدونی که این الان مثلا هفت گزینه داره تو بعد کدوم گزینه رو بزنی خب دیگه بعد از یه مدتی که شما کار میکنین اصلا جاهاش رو حفظ میکنین یعنی آقا فاصلش یه سانته من وقتی میبینم ده بار اشتباه میزنم میگم <applause> خیلی یه چیز حسیه واقعا دیگه وقتی کار میکنین واقعا حفظ میشین دیگه و این برنامه برنامه های گویا هم خیلی کمک بزرگیه به غیر از عکس که نمیخونه اون حالا به برنامه های دیگه شاید بتونی سری توصیفاتی از عکس ها دریافت بکنی ولی هر متنی که باشه از منوها و حالا اپایی که روی صفحه هستن و گزینه ها و غیره اه. میخونه و این خیلی کمک بزرگی خب بریم ادامه سفر از پاکستان رفتی به هند ام... و یه سری عکس و فیلم من از هند دیدم دیگه اون فکر کنم جشواره حالی شما هند بودی درسته بله و... و, پیش خانواده داداش آنیل من بودم <laughs> کیشون. ایشون <laughs> ام... چیز جالبی بهتون بگم من به شما وقتی که ازم پرسیدین تک فرزندم یا آخر بردر دارم گفتم که تک فرزندم ولی باوری که من دارم اینه که خانواده فقط خانواده بیولوژیکی تو نیستش خانواده رو میتونی بسازی خانواده رو باید بری بگردی تک تکشون رو فرد فردشون رو توی اون رودمپی که برای خودت مشخص کردی در مسیر رویاها اهداف و رسالتت پیدا کنی من بله تک فرزندم ولی شاید بتون بگم هزاران خواهر و برادر دارم توی جای مختلف حالا هزاران که میگم واقعا میگم یعنی هر جایی میرم کلی خواهر و کلی برادر رو حتی مادر پدر کسایی که مثلا یه تو مثل دختر منی بعد من حتی جاله مثلا تلفنی باشون صحبت میکنم مثلا واقعا بهشون میگم میگم مامان بابا <applause> اینجوری هم داداش آنیل هم یکی از ارزشمندترین افرادیه که خدا توی مسیر من قرار داد و شد داداشم خیلی به من کمک این داستان کمکی که ایشون به من کردش چه نظر معنوی چه مادی که تو سفرها من رو حمایت بکنه ایشون کسیه که خودش اولا که چهار تا خواهر داره مادرشون نابینا شده پدرشون پیره و تنها پسر خانواده هم هستش که میشه گفت همه مسئولیت خانواده در حال حاضر رو دوش ایشونه سنشونم خیلی مثلا بالا نیست نهایت مثلا 28 29 سال ولی انقدر آدم عمیق و آدم مهربونیه که واقعا غیر قابل توصیفه من وارد دهلی که شدم ده روز مهمون اونها بودم توی این ده روز منو به سازمان هایی که میخواستم برم بردن یعنی واقعا مثل یه عضو خانواده از من مراقبت کردن بعد موقع خداحافظی خیلی جالبه که من گفتم بهتون 100 دلار پولم توی پاکستان خرج شد 100 دلارش توی هند 100 دلار دیگه بر من مونده بود تا جایی که من خونده بودم ویزای نپال برای سه ماه 100 دلار بود و من میدونستم من وارد نپال بشم این پول من که تموم بشه دیگه نخواهم داشت چیزی میدم برای ویزا دیگه هرچی هست و تنها چیزی که خدا خدا میکردم که مثلا میزبان من بیاد دنبالم چون نمیمد اصلا پول تاکسی هم نداشتم بره بعد جالبه داداشانیل من منو با مهربونی کل اعضای خانواده بغل کردن و گفتش که دریا این پنج هزار روپیه رو از طرف من بگیر به عنوان هدیه داشته باشی گفتم شما من نمیتونم این رو بپذیرم شما تو این ده روز این همه برای من به هر حال با هم غذا بخوریم هر کاری میکنیم با هم انجام بدیم هرچی من جای میرم شما هزینه ریکشا بده این نمیدونم با مترو ببریم ور اونور من نمیتونم بپذیرم گفته گفتم که من میدونم شما چه شرطی دارین خب اون موقع کافه خانوادگی هم که داشتن یه جوری بود که توی فضای گرد و بود داشت ساخت و ساز میشد مشتری زیاد نداشت نظر مالی به یه مقدار چالش برخورده بوده بعد ایشون با کمپانیای آمریکایی هم کار میکرد که مثلا بتونه هزینه زندگی رو از جانب مختلف مثلا به دست بیاره به من گفتش که تو مگه به من با منو عنوان برادرت قبول نکردی میگی مگه داداشتم؟ گفتم چرا یعنی شاید جزو معدود آدمایی که از بقیه حتی بیشتر به برادری برادریتون ایمان داره گفتش که من هیچ وقت تو دنیا آدم نخواهد رفت که یه خواهر دیوونه ای دنیا دارم و این خواهر دیوونه من همیشه تو قلب و ذهن من میمونه هر کار دستم برمیاد دوست دارم برات انجام بدم چون اول برای خودم دارم انجام میدم و این جمله رو من وقتی بهشون میگفتم انقدر اون خوشحالی که حالا من حداقل میتونم بیان کنم که آقا دوستتون دارم خیلی ماهین خیلی مهمون نوازین خیلی عشقین همین رو واقعا میتونستم بهشون بگم برای من خیلی جالب بود و خیلی لذت بخش بود خلاصه اینکه به تقویت هندی من تو اونجا هم باز خیلی کمک شد چون قبلش من یکی دو ترمی کلاس زبان هندی سفارت رو رفته بودم ولی بعدش دیگه من با پادکست رو داشتم یاد میگرفتم و خب حضور توی فضا اصلا از این رو به اون رو میکنه هرچند یک ماه بود یک ماه واقعا هیچه بله بعد حالا اینو بگم منو بغل کردن این 5000 به من دادن توی موقع خروج یه مشکلی پیش اومد من توی تاریخ چون همیشه وقتی بار اول کسی میره هند خیلی باید دقت کنه به تاریخ انقضای ویزاش که مشکلی پیش نیاد و من یه چیز دیگه خونده بودم اشتباه فهمیده بودم و ویزام اکسپایر شده بوده به من گفتن ده هزار روپیه باید جریمه بدی و وگرنه پاسپورتت بلاک میشه بعد من گفتن که نمیتونیم تو رو بفرستیم بری و فکر من حالا تو نپال همه چی اوکی شده دارم میرم خیلی جالب بود داداش آنیلم که تلفنی باشون صحبت کرد در اومد بهشون گفت یعنی تم... من گریه کنون زنیستم. اول تلفنی بهش گفتم که داداش آنیل این شده قضیه و نمیذارم من برم میگن زنگ بزن بگو بیا دنبالت بعد تماس گرفت تا خود اون افسر چیزو پیدا کرد اون افسر اصل کاری که تو دفتر مهاجرت فرودگاه هست فهمیدم که بهشون گفت ده هزار روپیه رو حاضرم قرض کنم امروز به شما بدم ولی این دختر پاسپورتش بلاک نشه و بره تازه حالا اینکه توی هند پاسپورت من و این آقا وقتی فهمید یعنی من داشتم گریه میکردم از اون داداشان اصرار میکرد به اینا در نهایت توی یک لحظه مأمور اصلی گفتش که من اگزییت پرمیت این خانم رو بدون بلاک کردن پاسپورت و جریمه میدم با من وارد نپال که شدم جالبه بهتون بگم ویزایی که صد و ویزایی که 100 و دلار گفته بودن هسته شده بود 125 و و دلار و چی شد اگر اون 5000 روپیه که داداشان من داده بود نبود من نمیتونستم ویزا هم بگیرم وارد نپال بشم پولم کم بود مثلا. بعد با همون 5000 روپیه بود که من تونستم اون باقی مونده 25 دلار باقی مونده رو بدم و با اون مقدار پولی هم که باقی مونده بود واسه خودم سیم کارت و اینترنت بخرم تمام یعنی لحظه که میزبان من اومد تو فرودگاه دنبال من توی نپال صفر بودم دو هفته گذشت و من از طریق آقای زرین که دوست آقای تاجران بودن و تولدی هم که تو نپال برام گرفتن کی که بهترین زندگیم بود رو با هم جشن گرفته بودیم گفتن من 7000 روپیه دارم و این 7000 روپیه رو اگه میخوای بهت بدم تو با حساب ایرانت برام واریز کنی این 7000 روپیه هم باز دو هفته برای من کار داد و من به مدت 20 روز دوباره بعدش تقریبا من با یه دوست دیگه آشنا شده بودم منو توی جلسه توست مستر برده بود به من گفت یه خانومی هست توی نپال که این خانوم الگوه یعنی خودش نابینای مطلقه و اون سازمانی که تو آرزوشو داری تاسیس بکنی رو این خانم الان به نوبه خواست خودش اینجا توی نپال داره و کلی سخنان انگیزشی بین و کلی راجع صحبت کرد و گفت دوست داری ببینیش گفتم آره بعد گفتی که دوستای من مدیر یه محسسه برای عزیزان ویلچری و قطع نخواهی هستش اگر دوست داری تو اون ایونت بیا یه راهی رو افتتاح کردن که تپه رو مثلا شما میری کوهنوردی میکنید با بچه های ویلچری با یکی از تپه های توی کاتماندو این راه رو با هم پیمایش و اونجا خانم سریستی رو هم می‌بینی. من از خدا خواسته یعنی با دو تا سازمان قرار بود به صورت همزمان کلی ارتباطات تو هم نوام اصلا چیزی که تو سفر من لح لح میزنم براش خلاصه روز موعود رسید و من دیدم این خانم سریستی چه الگوییه یعنی میشه میتونم بهتون بگم نپال زندگی من رو از این رو به کرد سفرش به خاطر آشنایی با این آدم و با سازمانش بعد به من گفتش که یه ایونت بینالمللی داره برگزار میشه به اسم میستر میس بلان راکرز اینترنشنال Season 4 و توی اون ایونت دوست داری شرکت کنی ترجمه‌ش هم میگی میستر uh, and میس بلان راکر بلان راکس اسم سازمانشه که راکس از همون حالا صخره و کوهنوردی و اینها میاد که با به این نه تنها هم مثلا فکر کن برنامه, برنامه های جویانه و کوهنوردینا برای بچه نابینا میذاشتن هم از اون طرف به این باور داشتن که زندگی مثل یک کوهنوردی میمونه و با شما باید صخره ها و قله ها رو فتح کنی برای موفقیت یکی پس از دیر. برای همین اسمش بلان راکس بود حالا ایونت میگفتش که خانوم ها و آقایان نابینایی که حالا اون زندگی رو صخره نوردی میکنن فصل چهار فصل چهارش بود که میستر میست خب اون نفر اول وینر خانم و آقایی که قرار بود سفیر این سازمان بشن در انتهای این ایونت به عنوان میستر و میس مشخص می شدن دو هفته از پربارترین روزای زندگی رو من گذروندم یه جالبی که بهتون بگم من مدت وقتی میخواستم غذا بخورم چنگالم پنگالم بود مثلا عاشق بود و با دست انگشت دست و جالب اینه که خیلی دوست داشتم یاد بگیرم کار کردن با چنگال و کارد و اینا رو یعنی یاد گرفتم که با چنگال غذا بخورم ولی جدا کردن گوشت و اینجور چیزا کار کردن با کارد خیلی برام سخت بود یک دوره تیبل منرز برای ما گذاشتم توی کالج مهمان نوازی و آشپزی و گردشگری کاتماندو برامون صفحه کمپوز و جستجرهایی که نابینایان میتونن جلوی دوربین بگیرن خیلی چیزای متفاوتی بود رقابت های سالم سوالات عمیقی که باید به جواباشون فکر می کردیم در نهایت اینو میخوام بهتون بگم که افتخار اینو داشتم به عنوان سفیری از ایران به عنوان میس بلن راکر انتخاب بشم و اون جایزه های معنوی که حالا برای من داشت یه طرف جایزه مادی که داشتشم به غیر از یه دست لباس بسیار زیبای مجلسی بلند و گوشواره و اسای سفید و غیره و غیره 15 هزار روپیه نپال من جایزه گرفتم که اون دوره بیپولی خیلی سختی که واقعا حالا من با امید و عشق به سفر داشتم پشت سرش میذاشتم رو این به پایان رسوند و تا آخر سفر منو تامین کرد اگه اون دوستایی که دارن میشنون که خب متاسفانه نمیتونم ببینن ولی دوستایی که از یوتیوب دارن نگاه میکنن الان عکسای این ایونت و این مقامی که تو گرفتی دارم میبینم من یادم این که اون موقع ما با هم آشنا شده بودیم و تو این اکس رو برای من فرستادی و منم با خانمم اکس ها رو دیدیم و کلی کیف کردیم و کلی هم همونجا بهت افتخار کردیم ممنونم لطف دارین من واقعا خیلی خوشحالم از اینکه اون موقع میشناختم بهتون و تونستم اون لحظات بینظیر رو باتون به اشتراک بذارم و بعد جالب اینه که من توی اون ایونت دو نفر از افراد دیگه ای که الگو بودن مثل آقای اولک که سازمان وایت روسیه رو دارن و پروژه های بین المللی مثل درگانوردی روح رو دارن سیلز آف سپیریت که من بعد از اون سفر پاکستان و نپالم که برگشتم برای بار دوم رفتم ترکیه برای این پروژه افراد اینچنینی خانم سابریا که برای بچه های نابینای تبت مدرسه ایجاد کردن و سازمان کانتاری رو تاسیس کردن برای آموزش چگونه فرد مفیدی بودن سازمان خودتون رو ایجاد بکنین کمک بکنین و اینها اینها الگوهایی بودن که باعث شدن زندگی من عوض بشه سریستی، سابریا، اولک اینها به من نشون دادن که در یا اون رویاها و هدفهایی که تو داری قابل انجام خلاصه اینکه بله من برای اون پاکستان دون خب بین این سفرا هم انجام دادم ارتباطات تو ایران گرفتم بعد دو نیم آخرین سفرم بودش به ترکیه که برای این پروژه‌ای که گفتم و قبل و بعدش هم سفر داخل خود ترکیه باز رفتم من الانم که اینجا خدمتتون نشستم بعد از این ایرانگردی و سفر که به شیراز داشتم تهرانم برای برنامه‌ریزی سفر جنوب شرق آسیا که سفر بلند مدتی خواهد بود باز پر از یادگیری و زبان و ارتباطات و غیره و غیره خیلی عمالی من میخوام یه موضوعی رو بهت یادآوری کنم و شاید خودت هم سورپرایز شی بابت این موضوع و داستانش رو برای بیننده و شنونده تعریف بکنم و یه اندی هم این قسمت که بعد برسیم به قسمت پایانی داستان اینه که ما یه اجرای زنده ای داشتیم توی پادکست رخ و بعدش همراه با دریا جان رفتیم یه شامی خوردیم و بعدم دریا آمد خونه ای ما و شبم مهمان ما بود فردا صبح دریا قرار بود بره به یه کاری برسه من و خانومم نگاه میکردیم میدیم که دریا با وجود اینکه قرار بره به کارش برسه و خیلی هم دیره شده بود خیلی هم عجله داشت که بره دیره شده بود دریا نشسته داره مینویسه با خط بریلش داره مینویسه پیش خودم فکر کردم که خب چرا دریا نمیره چرا این نوشتن رو نمیذاره برای یه ساعت بعد وقتی خودش انقدر دیره شده چون ما من تایم منازات بود هیچ مشکلی هم نداشتیم ولی با این حال داره مینویسه و هنگت دیره شده داره مینویسه تون 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 نوشت تموم شد بعد گفتش که خب من یه شعر براتون نوشتم تو این شعری که نوشته بودی یادمه که اسم من بود اسم خانم من بود اسم سگمون بود و خیلی خیلی حست زیبایی بود موقعی که تو تو اون هول هولکی این شعر رو نوشتی و ولی متاسفانه وقتی رفتی دیگه ما نمیتونست اون شعر رو بخونیم چون خط بریل بود الان من اون شعر رو همراه خودم آوردم و اگه اشکالی نداشته باشه چه هم آره همون کاغذ رو وسطش رو هم بدید آره من اون شعر رو همراه خودم آوردم میخوام یک بار برای من اگه اشکالی نداشته باشه و برای بیننده و شنونده ها ببین من کاغذش هم خیلی خوب نگه داشتم تا نمیدونم کدوم وریه از چپ به راست بالا به پایینه بفرمایید آخه دلم تنگ شده بود براش چه جالب من اول خودم اینو بعد اگر میخوام بدون به قول معروف توپق بخونم یه دور از روش بخونم تا یادم یاد چی نوشتم با تو هم بخونی قشنگ نمودم کشف یک معدن ز الماس یکی زوج هنرمند و بسی خاص یکی گلزار رنگارنگ و خوشبو پر از دست گل ارکیده و یاس همکنون از که میگویم سخن من زمیر سود بخش نازنینی که از او من گرفتم درس بسیار فرشته آسمانی بر زمینی کنون گویم سخن از مهربانو زمه بانوی خوشچهره نکیسا بود دست گل خوشبوی یزدان پری قلبیست پری رو و پری قلبیست زیبا اینجا یه نقطه کوچولویی داره که این پاک شده انجا تا خورده دقیقا ببخشید آره، نه بابا تا به شادی می نویسم من همکنون ز شیرینی و از نازی لیلی <applause> چقدر این باقی چقدر این باغ گل را دوست دارم شما را دوست دارم بنده خیلی <applause> ببخشید تو توفاق بوده شد خیلی هم عالی ممنون زیرش انگار یه برگه دیگه هم هست فکر میکنم نمیدونم این تو تو به آه فکر کنم حتی من چک نویسش هم داده بودم که یادگاری باشه بشه حالا الان که بحث شر شد من هویت این که الان اینجا هم اون حس یادگیری من و حس علاقه من بودنم به شنوندگی باعث شد که پادکست و کتاب صوتی زیاد گوش کنه و میتونم بگم یکی از خواسترین پادکست هایی که گوش کردم و واقعا ازش درس گرفتم پادکست رخ و رپا بودن مرسی، مرسی دلم میخواد که حس قلبی که من داشتم یعنی اینم گفتم امروز صبح میدونستم قرار از شما رو ببینم دلم خواست که بشینم و حسم این دفعه به رخ رو برای شما بنویسم که این رو هم دوست دارم که براتون بخونم با کمال میل زیزدان خرد گشته به ما رخ هدیه بیتردید برای گنج آگاهی شود نقشه ز رخ پرسید چگونه جاودان گردم گذارم نیک تأثیری چه بگذشته است در تاریخ جواب خود ز رخ گیری سپاس و آفرین خانم بر این گوینده و این تیم بود این افتخاری که همیشه با شما باشیم سپاس و آفرین خانم بر این گوینده و این تیم بود این افتخاری که همیشه با شما باشیم مرسی مرسی و یه نقاشی بریلم کشیدم من اینجا او. که بعدش هم نوشتم تقدیم به شن همه تیم رخ و خود شما و شنوندگانتون میتونم داشته باشم بله من اول بهتون بگم که بالای ای که الان شما خواهید دید یک کوه چون هم پادکستتون هم شخصیتتون به استواری کوه برای من همیشه مرسی و یک رود چرا که جاری هستید همیشه در قلب ها و فکر ها و ذهن ها و رود شما و آگاهیتون و پادکست هاتون هستش که باغ قلب ها و ذهن زیادی رو میشه گفت آبیاری میکنه برای من اینطوری بوده و همینطور درخت کاجه چرا که اون آگاهی که شما به ما میدید اون درخت بار دانش یعنی درخت ماست که داره بار دانش میگیره از درخت پرسمر شما یعنی ما ایم که داریم از اون سمر استفاده میکنیم در حال حاضر خواستم که این هم ممنونم باشه. بسیار بسیار برای من با ارزش و حتما من این نقاشی زیبا تو قاب میکنم و در اتاق رخ در خونه کوچیکمون حتما حتما نصبش میکنم با افتخار لطف مرسی بسیار عمالی دریای عزیز خیلی خیلی ممنون که اومدی با ما با شنونده و بیننده ها صحبت کردی و خاطرات تو با ما به اشتراک گذاشتی تو برای من معنی واقعی زندگی کردن رویاهایی و انقدر جسارت داری دل میزنی به دریا سفر میکنی میری کشورهای مختلف انقدر استقامت داری انقدر صبر داری انقدر پشت کار داری که داری چیزهای جدید یاد میگیری زبانهای مختلف داری یاد میگیری و من فکر میکنم که مرور داستان زندگی تو میتونه خیلی خیلی تأثیر از خیلی از آدمایی باشه که تو تاریخ نامشون ثبت شده و خیلی معروفن بازم ازت ممنونم مرسی من راستش میخوام ازتون تشکر کنم ولی قبل از اینکه تشکر کنم از اونجایی که رسالت خودم رو این میدونم که یه پیامی رو برسونم دوست دارم که این خصوصا یعنی این مهمترین بخش حرفایی که تا الان زدم رو حتما هم همه عزیزان و هم نوعانم بشنون اون همین هستش که دنیا یه تابلوی نقاشیه و ما نقاششیم همیشه از خودتون بپرسین چه نقاشی میکشین چه طرح و رنگی میزنین و کجای اون طرح و رنگ و نقش خودتون قرار دارین فرشیه که خودتون میبافین از چه متریالی استفاده میکنین و سناریویی که شما هم شین هم کارگردانشین و هم بازیگرشین آیا چه سناریویی مینویسین و در نهایت بازیگر نقش اول زندگیتون خودتون هستین یا میذارین هر اتفاقی هر محدودیتی اون نقش اول زندگی شما بشه خواهشی که ازتون دارم اینه که ناشنوا باشید وقتی همه از محال بودن آرزوتون میگن سفر کنید که یاد بگیرید و یاد بگیرید که سفر کنید و رویاهاتون رو زندگی کنید در درون شما معادن الماسه کشفشون کنید و استخراجشون کنید دوستتون دارم خیلی ممنونم بابت وقت با ارزشتون و متشکرم شبتون بخیر قربانت مرسی الان ساعت ده و نیمه و ما <applause> کلی با هم دیگه گپ زدیم بازم ممنونم ازت از بیننده ها و شنمنده عزیزم خدافزی میکنم